اینک ارتباطمان با آقای گلزار برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود. آقای گلزار با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید. سلام دارم خدمت شما آقای جوادزاده گرامی و همچنین سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو عصر جدید. آقای گلزار بر فیسبوک فعلا بلاک هستیم، اما در رسانه های دیگری عنوان کردیم موضوع ما با شما، موضوع بحث ما با شما در رابطه با انقلاب و تحریم فعال انتخابات است. بله. سوال اینه که چرا در ایران انقلاب شد؟ علل چرایی انقلاب را با ما و با شنوندگان و بالاخص با نسل جوانی که همش بر قیاس حرکت میکنه، اون میگه اون موقع بهتر بود حالا بدتر شده است، بفهمین. و چرا جامعه خواهان تغییر بود؟ و سپس به سوالهای دیگری در رابطه با انتخابات میپردازم. بله، خدمت شما عرض کنم که انقلاب یک چیزی نیست که ما بگیم مثلا امروز انجام میدیم و در حقیقت ممکن میشه، هر کسی دلش بخواست میتونه انقلاب بکنه، یا اگر رادیویی تبلیغات بکنه میتونه یک انقلابی رو پیش ببره، پیروز کنه. نه، اینطور نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مخصوصا علاوه سیاست خارجی، باید زمینه ها فراهم بشه تا بشه یک انقلابی ممکن بشه. زمانی که مردم ایران برای اولین بار در ایران اعتراض کردن به استبداد شاه، کسی تصور نمیکرد که این میرود تا به جایی که به گفته سران نظامی شاه در جلساتی که داشتن گفتن که ما مثل برف آب خواهیم شد. تصور نمیکردن که تا به اونجا بکشه. ولی جامعه یک موقع به یک بنبست میرسه، این بنبست انقدر محدود میکنه ادامه حیات رو که میگه یا من باید انقلاب کنم، تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رو دگرگون کنم تا امکان حیات ملی پیدا کنم، و یا اینکه مرگ جامعه من رسیده از این بابت که فقر بیشتر، نابسامانی های بیشتر، نبود عدالت در سطح کلی در کشور، اقتصاد کاملا بیمار، اینها یک مجموعه عواملی میشه، دست به دست هم میده و عوامل بسیار دیگه که جامعه خودش رو در خطر میبره. خب در زمان شاه این مجموعه عوامل مختلف فراهم شده بود، بی‌عدالتی بیداد میکرد در زمینه‌های مختلف، و در زمینه اقتصادی به گفته آقای یگانه که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی سالیان سال در دوره شاه بوده و تا آخرین روزهای حکومت شاه هم وزیر بوده، ایشون میگه که در بخش‌های از اقتصاد بزرگ، مثلا ساختن یک دونه بگیم پتروشیمی یا ساختن ذوب آهن، اصرار عجیبی داشت مخصوصا خود شاه، ولی به اقتصاد پایین که در حقیقت باید تمام مردم در یک رفاه قرار بگیرن توجه نمیشون. ایشون عنوان میکنه که بی‌عدالتی در زمینه‌های مختلف مخصوصا در شهرهای کلان بیداد میکرد، به طوری که در تهران، جنوب شهر تهران که میرفتی فقر بیش از حدی بود، و وقتی ما اونجا رفتیم و دیدیم که مزیت مردم بسیار بده، یک پیشنهاد آوردیم که اگر میشه یه پارک برای اینا ساخته بشه. اینا نسل جوان مطالعه نمی کنه. از پدران خودش، شاید پدران شما نمیدونن تر چه وضعیت اقتصادی باشن، سوال نمی کنه که در اون دوران چه میگذشت بر مردم و چرا مردمی خواهان تغییر شدن. تصور کنیم امروز ایران آقای خامنه‌ای قدرت مطلقه نباشه، مثل قدرت مطلقه که شاه داشت، آقای روحانی هم با اون کلیدی که گفته واقعا مشکلات ایران رو بخواد حل کنه، ساختارهای اجتماعی رو بخواد تغییر بدن، کلیت نظام انتخابات آزادی درش قرار بگیره، وضعیت متحول بشه، کسی میاد تو ایران بگه که به
اصطلاح وقت شما سر اومده باید برید، نه دیگه دانشجوی شعار نمیده، میاد در ساخت کشور همکاری میکنه. در دوران شاه این امکان موجود نبود، یک تک حزبی بود و یک رهبری از اون بالا به نام شاه که خدایگان بود، بر جان و مال و ناموس مردم به شکل شاهنشاهی حکومت میکرد. آقای خامنه‌ای ادامه حکومت دوران پهلوی است. در حقیقت ما چیزی به نام جمهوری نداریم در ایران، رهبر مطلق العنانی داریم که جایگاهی که درش نشسته مثل جایگاه پادشاه است، مطلق است. هر آنچه ایشون میگه بقیه باید بگن چشم. شما باز به شنوندگان مخصوصا جوانان پیشنهاد میکنم حداقل حالا خاطرات علمو نمیخونم، خاطرات آقای یگانه رو که میتونم بخونم، خاطرات بسیاری از نظامیان اومده بیرون، بخونید ببینید چه وضعیت سراسر فسادی در اون دوران بود. و یک جامعه خواهان تغییر بود، جامعه‌ای که خواهان تغییر بود و انقلابی رو ممکن کرد که تا قبل از اون در سطح جهان همچین انقلابی ممکن نشده بود، انقلابی که گل رو بر گلوله پیروز کنه. یعنی چی؟ یعنی خشونت طلب نباشه. باز میبینم که یه عده‌ای در سایت های مختلف تبلیغ میکنن که و عکس های میذارن که بله مردم برای انقلاب اسلحه در دست داشتن. نه خیر، اسلحه در دست نداشتن. سه روز قبل از پیروزی انقلاب مردم به طرف پادگان ها رفتن و عده‌ای اسلحه از پادگان ها گرفتن. بعدم که انقلاب موفق شد گفتن که لطفاً بیاد اسلحه ها رو پس بدی. تا اونجا که من خاطر دارم و میشناسم آدم ها رفتن همه پس دادن، کسی اسلحه نگه نال امکان داره. یه ده گروه های بودن که اونها تصور میکردن باید اسلحه داشته باشن، اسلحه ها رو نگه داشتن، ولی اکثرت مردم سه روز قبل از انقلاب خشونت اون خواهی که حمله کنن ارتشی بکشن یا ساواکی بکشن هم به این ترتیب نبود. کاری که این نظام میکنه در حال حاضر خشونت بیش از حدی رو در مقابل مردم اعمال میکنه. همین کار رو هم در ایران در دوران انقلاب انجام دادن، کاری نبود که انجام ندن. شما لطفا کتاب ما مثل برف آب خواهیم شد رو که سران نظامی دادن بیرون رو مطالعه بفرمایید تا ببینید هر کاری که بشود کرد که جلوی مردم رو بشه گرفت انجام دادن، از هر نوع خشونتی. ولی همونجا میگه ما مثل برف آب خواهیم شد، چرا که مردم راهکارهای عدم خشونت رو پیش میبردن. پس بنابراین انقلاب اجتناب ناپذیر بود، به یک لحظه از تاریخ رسیده بود، لحظه از به صلاح روابط اجتماعی رسیده بود که جامعه متحد شده بود برای تغییر بنیادین و این تغییر رو به وجود آورد. حالا اشتباه جامعه ایران بر این بود که بعد از این تغییر باید در صحنه می ایستاد و به آقای خمینی که اعتماد کرده بود به عنوان مرجع انقلاب، به عنوان یک مرجع مذهبی که قول داده در مقابل جهانیان قول داده بود که ما رعایت میکنیم حقوق رو، رعایت میکنیم آزادی ها رو و روی اصول استقلال می ایستیم، در حقیقت هیچ گونه خشونتی رو اعمال نمی کنیم، باید مردم می گفتن خب به قول معروف به شرط کارت، شما گفتی باید عمل کنی، نمی کنی در مقابلش می ایستادند و اعتراض می کردن. از اون به بعدش اعتماد بوده. متاسفانه عده ای از جوانان امروز ایران هم به صحبت های بعضی ها اعتماد می کنن که محتوا نداره. شعار خیلی قشنگ میشه داد، جدایی بنیاد دینی یا دین از دولت. حالا یه دی میگن که اشتباه، بنیاد دینی از دولت. حالا ما اون رو به تفصیل توضیح دادیم که چگونه باید باشه، چون ما هم پیشنهاد دقیق و شفاف به جامعه ایران دادیم. ادهی نمیدن این رو، شعار میدن و این شعارها رو مردم میپذیرن، یعنی ادهی از جوانا میپذیرن، چون اونهایی که تجربه کردن در زندگی میگن که خب شما این حرفا رو که میزنید بر چه موازینی؟
بسیاری از این آقایون تعریف ندارن برای مسائلی که میگن، چرا که آگاهی از چگونگی عمل کرده این شعارهایی که میدن ندارن، پس بنابراین به شعار بسنده میکنن. باید سوال کرد که آیا از اینها سوال هم میشه کرد از این آقایون؟ خیر، سوال نمیشه کرد. و سازمانهایی مثل مجاهدین ها که مطلقا نمیشه سوال کرد ازشون، حتی در درون سازمان نمیتونن سوال کنن، بیرون از اون که هیچ. میگوین ما تفنگ در دست داریم و ما پیروزیم، یه همچین تصوری دارن. حالا هم که از این طرف اون طرف آدم میبینه با پهلوی طلب ها پیمان همکاری و همیاری دارن با هم دیگه، گفتن وقتی به قدرت رسیدیم تقسیم غنایم میکنیم، مثل که ملت ایران یه کالایی است که باید در خدمت قدرت اینها باشه. نه، چنین نیست. انقلاب رو از اون موقعی به اصطلاح بعد از انقلاب، ضد انقلابی که باور به خواستهای مردم نداشت حاکم شد، اون هم از بعد از کودتای بر ضد اولین رئیس جمهور ایران آقای بنی صدر، و در حقیقت از روزی که آقای خمینی حکم داد با آقای خلخالی برای کشتار، ذبح کردن اون انقلابی رو که مردم خواهان اصولی بودن که میخواستن و بر اساس اون عدالت خواهی بود، استقلال بود، آزادی بود و جمهوری بود. بر ضد اونها در حقیقت در عمل کودتا کردن و جامعه ایران رو بردن تا جایی که امروز ما شاهدش هستیم. آن که امروز بر سر قدرت هست و میگه که تعیین تکلیف برای مردم میکنه، اینها انقلابی نیستن. یکم واقعا آدم باید کلاه خودش رو قاضی کنه. اینها ضد انقلاب هستن، ضد انقلاب و خواسته های مردم عمل میکنن. اگر ضد اونها عمل نمیکردن، رعایت استقلال و آزادی میکردن، عدالت را در عمل پیاده میکردن، رشد اقتصادی، رشد اجتماعی و فرهنگی، عمران طبیعت رو ممکن میکردن، از چه بابت باید جوان ایرانی بیاد تو خیابون و اعتراض بکنه و اونها رو به رگوار ببندن؟ نیازی نداشت، همه امکاناتش رو براش فراهم کرده بودن. پس این کسانی که امروز در ایران میگوین ما صاحب انقلاب مردم هستیم، اینا صاحب نیستن، اینا دزدیده اند حاصل انقلاب مردم رو و حاکم شدن بر هست و نیست مردم. و بیدلیل نیست که جوان ایرانی و غیر جوان ایرانی میاد به خیابون و اعتراض میکند بعد از 40 سال و تحمل نمیکنه این همه خشونت، این همه بیعدالتی، این همه فقر رو در زمینه‌های مختلف و خواهان تحوله و این حقشه که بیاد و چنین خواهانی باشه. اینه که اون انقلاب در سال 57 که از قبل شروع شده بود چندین سال و اوج گرفت تا به جایی که انقلاب ممکن بود اجتناب ناپذیر بود و نمیشه امروز که نتیجه بدش رو یک عده ضد انقلاب دارن در ایران پیش میبرن ما بگیم ای حیف، چرا که پدران ما چنین کردن. حالا یه سوال دیگه میکنیم، امروز در ایران انقلاب میشه، مردم تغییر رو ممکن میکنن، کسانی رو که بهشون اعتماد میکنن بر ضد اعتماد مردم میان عمل میکنن، نسل بعدی باید بیاد بگه که ای وای چرا پدران ما چنین کردن؟ تجربه به ما یاد داده که گول نباید بخوریم. آقای خمینی که مرجع تقلید بود، روز 300 تا دونه خبرنگار هم ازش سوال میکردن، هر روزم پاسخ میداد و تکرار میکرد و قول میداد که من عمل میکنم و آزادی ها رو رعایت میکنم، عمل نکرد. خب این آقایونی که علم میان میگن و خانمایی که هم تو شعار علکی میدن، نه، به این راحتی نباید ازشون پذیرفت. حالا در 2 سال گذشته در ایران جنبش تغییر به وجود اومده. چرا میگم 2 سال گذشته؟ چون قبل از اون اکثریت کسانی که می آمدن و شعار می دادن خواهان اصلاح در درون نظام بودن. در جنبش 88 رأی من کو بود؟ یعنی اگر رأی من رو درست به حساب بیارید، مثلا آقای موسوی رو از صندوق بیارید بیرون، مردم خب می گفتن رأی ما درسته مثلا. ولی آیا آقای
موسوی و هر کس دیگری در چارچوب این نظام امکان تغییر رو میتونه به وجود بیاره؟ به عقیده من خیر. سامانه‌ای که در ایران هست به نام نظام ولایت فقیه این امکان رو به ما نمیده. سامانه‌ای که وجود داره، این نظامی که ساختن، مجموعه روابطی رو که با هم به وجود آوردن، امکان نمیده که هر کس دیگه بیاد در این مجموعه بتونه عملی بکنه که در حقیقت این عمل سازگار باشه با استقلال، آزادی و حقوق مداری. ممکن نیست. سامانه رو باید تغییر نظام بهش بدی، تغییر سیستم باید داد بهش، نوع دیگری از مدیریت رو باید حاکم کرد. بعد از دو جنبش دو سال گذشته که استبداد فقیه با خشونت تمام علیه مردم عکس العمل نشون داده، در جنبشی که در دو ماه گذشته، سه ماه گذشته انجام گرفته، مردم خواهان تغییرهای اساسی شدن، مخصوصا در جنبش دانشجویی که یعنی دانشجویان با شعارهایی که دادند نشون دادن که نه، راضی به اصلاح نیستن، راضی به تغییر در چارچوب نظام نیستن، بلکه خواهان تغییر اساسی هستن. البته هنوز یک کمبودی داره، اون که در شعارها مشخص نشده چی میخوان، ولی یک ادامه‌ای داره و اون که بعد از این جنبش حالا ما یه دونه انتخابات هم داریم. در انتخابات کسی نره رأی بده که دیگه نمیکشنش، که نمیگن چرا شما دست نیومدی رأی بدی، فردا میگیرم زندانت میکنم. و رژیم از این ترس داره، رژیمی که باعث شده در 9 جنگ خودش رو شرکت داده، مردم رو در فقر تمام برده و امروز در حقیقت در تحریم کامله، ملت ایران در تحریم کامل هستن. استبدادیان که در ناز و نعمت خود زندگی میکنن، این مردم هستن که هر روز و هر روز و هر روز فقیرتر میشن. به گفته آقای روحانی 60% فقیر هستن، زیر خط فقر هستن. خب اینها میتوانن در انتخابات شرکت نکنن. میگه بیا بیرون هموطن، حقتو فریاد بزن. انتخابات وسیله است که بعد در این با این وسیله هر کس میتواند حق حاکمیت خود رو به یک نماینده ای بده که اون نماینده از حقوق مردم دفاع کنه. الان اینا حتی اصلاح طلب رو دیگه قبول ندارن، هیچ مخالفی رو قبول ندارن، همه اینها رو دشمن خود میدونن. حالا ببینیم چه گفتند. آقای کاشانی امام جمعه تهران گفته که هر کس در مراسم 22 بهمن شرکت نکنه به انسانیت و تاریخ جفا کرده. و این 22 بهمن چی میگه؟ اگر 22 بهمن بگیم ساروز انقلابی است که مردم کردند، پس بنابراین مردم باید بیان اونجا بگن که آفرین بر ما که چنین انقلابی کردیم. شما میگید نه، ما صاحب انقلاب هستیم. مردم رو که نمی آیند در این جشن شرکت کنند رو ضد انسان می دونید، ضد تاریخ می دونید، ضد ولایت فقیه می دونید و در حقیقت شرم می کنید در مقابل جهان که مردم از شما پشتیبانی نمی کنند. جدیدن دیدم که اون آقای هست به نام موسوی، حسن موسوی ملاییست، گفته دادن رأی تایید حاکمیت نظام است. واقعیت رو گفته، میگه اونهایی که رأی نمیدن دشمن نظامن. پس تقسیم کرده، یا یه دی به ما رأی میدید با نظامی، اگر نمیدید دشمن، با دشمن میخوان چیکار کنن؟ آقای خامنه که همش دشمن دشمن میکنه، یعنی دشمن رو باید کش؟ یعنی اکثرت جامعه شما رو نمیخوان در حال حاضر. خب این که همه میگن به اصطلاح هموطن ما را همراهی کن، ما را یاری کن، بیا به ما بپیوند در اعتراضاتشون، یک اعلام همبستگی نرفتن و شرکت نکردن در انتخابات. جامعه یک زبان مشترک پیدا کنه، یک احساس مشترک پیدا کنه. هیچ کسی هم لطمه نمیبینه، هیچ کسی را هم تیر نمیزنم، هیچ کسی را هم شکنجه نخواهم کرد. حالا از اون بدتر که رئیس قوه قضاییه گفته، آقای رئیسی، و
این مردم رو بین بد و بدتر بردن که اگر رئیسی بیاد پوست خواهد کند. باز این روحانی آدم معتدلی است که دیدیم همچین اعتدالی هم ایشون نداره. آقای روحانی چیز رئیسی گفته هر کس با هر انگیزه‌ای جریان انتخابات رو زیر سوال ببره در زمینه و جبهه دشمن قرار گرفت، در زمین و جبهه دشمن قرار داره. واقعا که در جبهه دشمن چه میکنن با او؟ اگر که دشمنی است و جبهه‌ای است که تیر و تیر اندازی است، در حقیقت دشمن یعنی این هموطن مخالف انتخابات رو باید کشت. از همه اینا بدتر دیگه آقای خامنه‌ای اومده صحبت کرده، گفته به صلاح انتخابات برای کشور ما یک فرصت بسیار بزرگیه. انتخابات اگه پرشور انجام بگیره و مردم به صورت کامل پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنن، این تضمین کننده امنیت کشوره. ولی اگه شرکت نکنن چه امنیتی به هم میخوره؟ در حقیقت جهان میگه شما پشتیبانی مردمی ندارید، چون پشتیبانی ندارید قابل مذاکره هم نیستید، بفرمایید برید. پشتیبانی نمیکنه با اینها، وارد هیچ گونه قراردادی نمیشه. از این بابت میگه حضور در انتخابات نشان دهنده پشتیبانی مردم از نظامه، به همین دلیل موجب امنیت است، نشان دهنده عزم و اقتدار مردمه. نظم و عزم و اقتدار مردم برای چی؟ که بگویند ما حاکمیت نداریم، که بگویند ما یک ولی فقیه داریم که بر جان و مال و ناموس مردم بست ید دارد، تمام نمایندگان ایشون در تمام ادارات و تمام سازمانها خون مردم رو در شیشه کردن. این چه اقتداری است؟ البته ایشون بازم میگه که به گدایی افتاده به عقیده من، میگه کمکاری هایی که ما کردیم مایه گلایه مردم است و بسیاری میگن انتخابات رو تحریم کنید. چرا میگن تحریم؟ چرا؟ شما چه کمکاری کردید؟ در حقیقت این به خودی ها داره اینجا پیام میده، به خودی های خودشون میگه مواظب باشین، چون پایه نظام در حقیقت تر خطره. اگر که این نظام به سلام مردم پشتیبانی نکنند و ما نتونیم به جهانیان نشان بدیم و یه در پا صندوق نکشیم و نمایش ندیم، در حقیقت مواظب باشید که با شما مردم چه خواهند کرد. آمارگیری های مختلفی در سطح کشور انجام شده و آمارهایی که خود رژیم گرفته یا سایت های مختلف بیانگر اونه که اکثریتی در جامعه در حال حاضر از لحاظ آماری میگن ما شرکت نمی کنیم. تظاهرات مردم هم و جنبش کنونی هم بیانگر اینه. تعداد زیادی از فرزندان این وطن رو ناجوان مردانه، چون اعتراض کردن به وضع معیشتی که آقای خامنه‌ای میگه کارهایی کردیم که مردم گلای دارن، لطفا شما توضیح بدید چه کارهایی کردید، چرا اونو چه نمیگید که مردم میان اعتراض میکنن شما اونها رو به گلوله میبندید؟ از چه بابت کسی باید اعتراض بکنه؟ وقتی اعتراض میکنه به وضعیت و به نبود حقوق، شما اون رو باید بکشید. ببینید جمهوری آن زمان معنی داره که صاحب اختیار مطلقی نداشته باشه، در حقیقت غیر مطلقش هم نباید داشته باشه. صاحب اختیار ندارن مردم صاحب حقوق هستن و مردم صاحب وطن هستن و مردم در یک انتخاباتی شرکت میکنن که نمایندگانی داشته باشن که اون نمایندگان دفاع بکنن از حقوق اونها. این در ایران غیر از این عمل میشه. در حقیقت باید رابطه ها در کل جمهوری بر اساس رابطه حق با حق باشه، آن چیزی که ما در کتاب حقوق پنجگانه هم پیشنهاد به ملت ایران کردیم. در همون کتاب باز هم توضیح دادیم که مقام ها در مقابل هر اختیاری که دارند وظیفه ای دارند که این وظیفه متناسب است با حقوق اونها. مهمترین اصل جمهوریت چیه؟ ولایت با جمهور مردم است. هر شهروند ایرانی باید از خودش سوال کنه آیا واقعا من ولایت دارم
در این کشور یا نه؟ من اصلا به حساب نمیام. به گفته آقای خامنه‌ای باید بری رأی بدی. تکلیف مشخص میکنه. ما انسان‌های حقوقمند نیستیم، دارای تکالیفی هستیم. یک تکلیفش برای اینکه به جهان نشون داده بشه اینه که بری در انتخابات شرکت کنه. حالا در دموکراسی ها یه سری قوانینی میذارن که کسی که میخواد وارد انتخاب مثلا بشه نماینده مجلس یا هر پستی بخواد بگیره باید اون شرایط رو داشته باشه. نیازی به یک شورای نگهبان نیست که این شورای نگهبان رو ولی فقیه باید در حقیقت قبول کنه و اونها کسانی رو اجازه میدارن در انتخابات شرکت کنن که از این فیلتر گذشته باشن، در خدمت نظام و ولایت فقیه عمل کنن. پس این مردم چه شخصیت دیگه دارن؟ چه حقوقی دارن؟ هیچ. در ایران این قاعده وجود نداره. از فیلتر ما به صلاح شورای نگهبان همه میگذرن و در حقیقت یک شخص هم هست که بر جان و مال و ناموس مردم بستیت دارد. طبق قانون اساسی تمام سیاست‌های داخلی، خارجی و اقتصادی زیر نظر اونه. باز به جوان‌های امروز پیشنهاد می‌کنم برید کتاب آقای یگانه و آقای علم رو بخونید و دیگر خاطرات که ببینید همین روش رو هم شاه داشته، مطلق عمل می‌کرده با زیر دستای خودش. یک سری انسان‌های مطیع می‌خوان. در صورتی که جامعه‌ای که شهروندان باید باشه جامعه‌ای است که انسان‌ها آزاد و مستقل هستن، استقلال دارن در گرفتن تصمیم، آزاد هستن در انتخاب نوع تصمیم خودشون. دولت نمایندگان مردم کارگزار هست که مشکلات مردم رو حق حل بکنه، حقوقمند حل بکنه، جامعه رشد بکنه. انتخابات یک فرصتی است. اگر دموکرات باشه جامعه، حقوقمند باشه جامعه، جامعه میگه در دور قبل اشتباه کردم، چه کسانی رو انتخاب کردم که این کسانی که انتخاب کردم در دفاع از حقوق من، در دفاع از رشد جامعه، در عمران طبیعت خوب عمل نکردن، کسی رو انتخاب میکنم که برنامهش بخوره به نظرات من. در استقلال باید چه شکلی عمل کرد؟ نباید رفت در انتخابات شرکت کرد. خیلی راحت گفت من اعتراض میکنم به عنوان شهروند به نتیجه کلی این وضعیتی که به وجود آوردید. زندگی و حیات من و طبیعت رو در خطر قرار دادید به خاطری که در زمان شاه هزار فامیل حاکم بر جامعه ایران بودن. به گفته اون نویسنده هلندی در حال حاضر در ایران چند هزار فامیل شدن و حاکم شدن. ولی فراموش نکنید اینها 5% جامعه ایران هستن. از اولین دوره انتخابات که آقای بنی‌صدر 76% رأی آورده شده نماینده شما ملت و برنامه سازگار بوده با دفاع از حقوق شما، با آقای حبیبی که 4.8 یا 4.9% رأی آورده زیر 5% و نماینده آقای خمینی بوده و حزب جمهوری و به صلاح فقیهان حوزه علمیه و توده و غیره و ذالک گرفته 5% رأی آورده. هنوزم اینها 5% هستن. اگر شما دفاع از حقوق بکنید و استوار بگویید ما خواهان تغییر هستیم، این 5% اکثریتشون به جامعه میپیوندن، چون اینا از بطن این جامعه اومدن. یه دشونم خب متاسفانه در فسادهای بزرگ شرکت کردن، باید در یک دادگاه عادلی در پیشگاه ملت پاسخگو باشن تا این تجربه دیگه در جامعه ما تکرار نشه. نه مثل انقلابی که ما کردیم گرد و برگرد و پیروز کردیم، بعد از اون آقای خمینی دستور داد با آقای خلخالی بره بگیره یه درو ردیف کنه اعدام کنه. این داستان و این تجربه دیگه تکرار نشه. به خاطر همین من پیشنهاد و پیامم به شما عزیزان اینه که در انتخابات شرکت نکنید.
به هم دیگر نشان بدید و به این نظام استبدادی نشان بدید که ما مردم با هم هستیم و خواهان استقلال و آزادی وطن هستیم، خواهان آزادی هستیم، خواهان رشد هستیم، و با ندادن رأی به این استبداد نشون بدیم که شما رفتنی هستید و ما ملت با برخوردار شدن از حقوق خود ماندنی هستیم. نه گفتن در انتخابات شروع یک حرکت بزرگ اجتماعی است که به جهان نشون بده اینها نماینده ما نیستند که شما ما ملت رو تحریم میکنید. اینها خائن هستند به ملت و به این وطن. و در حقیقت شما باید با نمایندگان واقعی این ملت وارد گفتگو بشید بعد از یک تحول اساسی. با نرفتن در انتخابات نشون بدید که ما ضد خشونت هستیم، ضد ترور هستیم، ضد جنگ هستیم، خواهان رشد در اقتصادی هستیم. یک جامعه‌ای که در حال حاضر عنوان میشه درش که رتبه اول تصادفات جاده‌ای رو داره، یکی جدیداً برای من توضیح میداد چون در ایران رتبه اول به اصطلاح تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر جاده‌ای رو ما داریم، اونجا به اصطلاح کلیه یا بقیه قطعات بدن رو خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میشه به دست آورد. رتبه اول مصرف مواد مخدر، یکم به اطراف خودتون نگاه کنید، تو هر خانواده چند نفر اسیر هستن؟ رتبه اول عصبی ترین مردم هستیم ما. رتبه اول در حمایت از تروریست، نه ما ملت، بلکه استبداد حاکم بر ایران دفاع میکنه از تروریست. در پولشویی هم که یکی از تحریم ها به خاطر اینه که ما رتبه اول پولشویی داریم، رتبه اول در اتلاف آب داریم، آبها هرز میرن، جامعه خیال میکنه اگر که آبهاش هرز بره طور نیست، داره مخالفت با نظام میکنه، جنگل ها دارن از کل از بین میرن، خاک داره فرسایش پیدا میکنه، خاک داره نشست میکنه، یکی از بی ارزش ترین پول های جهان رو داریم، رتبه اول فرار مغزها رو داریم. آخه این شایسته ایرانی است که سال 120 تا 160 هزار ایرانی فرار کنن برن به کشورهای دیگه در کارهای بسیار پایین که در این رشته های بسیار خوبی خوندن، تجربه هم یه دشون پیدا کردن، بیان اینجا برن سر کار؟ آخه یعنی چه؟ یکی از افسرده ترین کشورهای جهان هستیم. خشونت اجتماعی در ایران بیداد میکنه، دستمزد بسیار پایین نسبت به مخارجی که داریم، مردمی هستیم بسیار غمگین، دومین کشور غمگین جهانیم، بیشترین مقدار تورم داریم، جز سه کشور عقب افتاده از لحاظ تورم در جهان هستیم، خودکشی زنان در ایران بیداد میکنه. خب اینها کافی نیست که ما بگوییم اینا حاصل عملکرد 40 ساله گذشته یک نظامی است که اینقدر فشار وارد کرده که این بیماری ها به جامعه وارد شده. برای درمانش و از کسی که بیماری تولید کرده نمیشه درمان خواست. این استبداد باید برود. کسانی که مدافع استقلال و آزادی وطن هستند، اینها برنامه عملی در راستای حقوق مدار کردن جامعه رو پیاده کنن. ما تنها گروهی هستیم به عنوان مدافعین خط استقلال آزادی که قانون اساسی به شما پیشنهاد کردیم، برنامه دوران گذار به شما پیشنهاد کردیم، مفصل برنامه اقتصاد تولید محور پیشنهاد کردیم، برنامه اجتماعی، عمران طبیعت، همه اینها رو به شما پیشنهاد کردیم. از لحاظ برنامه شما کمبود ندارید. ما انسان‌هایی هستیم بسیار وفادار، از چهل تا 60 سال گذشته، بستگی به سن افرادی داره که در گروه ما هستن، همه به انسان‌های پاک و به اصطلاح با صداقت با شما برخورد کردن، به شما دروغ نگفته این کاری که این نظام میکنه و در خدمت شما بودیم. این
به اصطلاح نعمتی که به عقیده من نعمت است برای یک جامعه که یک گروهی از هموطنان خود را بسازن در خدمت هموطنان دیگر خود باشن، بقیه کشورها ندارن. شما توجه کنید، الجزایری نداره، سودانی نداره، عراق هر روز اعتراضاتی ولی ندارن. بدیلی رو که در خدمت مردم ترس از این دارن که اگه تغییر شد چه خواهد شد. شما ترس نداشته باشید، در انتخابات شرکت نکنید، احساس یک زبانی و یک دلی با هم پیدا کنید و به جامعه جهان بگویید که ما همه ملت با هم هستیم و به استبداد فقیر بگویید ما همه با هم هستیم و نمیپذیریم دیگه این استبداد. این اولین پیامی است که نرفتن شما پای صندوق رأی به این استبدادیا نشون میده و از گفته آقای خامنه‌ای تا رئیسی تا روحانی تا بقیه امام جمعه تهران و هر کس که خدمت شما عرض کردم، ترس از این عمل شماست. در فردای انقلاب حتی اگه شما شرکت نکنید میخوان با فیلم های تقلبی نشون بدن که ما که شما ملت شرکت کردی، ولی نترسید از این، جامعه جهانی متوجه خواهد شد که شما شرکت نکردید و دفاع از حقوق خود کردید. امید که در فردای انقلاب که با جنبش به صلاح رأی ندادن اوج بیشتری میگیره بعد از این دو سه جنبش گذشته، ما یک کشوری آباد و آزاد رو داشته باشیم و جامعه ما از این بیماری هایی که خدمتون عرض کردم نجات پیدا کنه، جامعه شاد پر انرژی برای یک ساختن ایران آباد و آزاد باشه. از حوصلتون متشکرم. قانونیا که روزای مهمی است و مردم ایران نباید در این انتخابات، در واقع انتخابات امید که ما یک شبه گول نخورند و با وعده های تو خالی در این 40 سال و این ملت روارسته یک شبه عوض نشند و به پای صندوق های رأی نرند. با سپاس از شما که با ما بودید، تا فرصت دیگر به شما به درود میگیم. روز روزگاران با شما خوش. خیلی تشکر، شب شما هم خوش.